سلام، بعد از دیدن این ویدیو قرار کلی کیفیت شبیه سازتون افزایش پیدا کنه. ابتدا پکیج گرافیک بوستر رو معرفی میکنیم، مجموعه ای از پلاگین ها و برنامه هایی که پرشین اکسپلین اون رو به صورت یک پکیج برای شما آماده کرده که به شدت گرافیک محیطی و تصویری شبیه سازتون رو افزایش میده و اون رو طبیعی تر میکنه، و در نهایت هم پلاگین اکسپریالستیک ورژن 2 اون رو با هم دیگه معرفی و بررسی میکنیم. پلاگین گرافیک بوستر که الان میخوام ورژن 2 اون رو بهتون معرفی کنم، یک بار در ویدئوی معرفی پلاگین ها ازش نام برده شد، اما بعدن که اون ویدئو رو دیدم متوجه شدم خیلی به این پکیج کم لطفی داشتم و الانم که ورژن 2 رو براتون آماده کردم خیلی کیفیت افزایش پیدا کرده و حیفم اومد یه ویدئوی دیگه دربارش نسازم. پکیج گرافیک بوستر مجموعه ای از پلاگین ها و برنامه هایی که باعث میشه گرافیک محیطی و تصویری شبیه سازتون به شدت افزایش پیدا بکنه و خیلی خیلی کم و جزئی روی فریم ریتتون تاثیر میذاره. مواردی که این پکیج رو تشکیل دادن با هم دیگه بررسی میکنیم تا ببینیم چه چیزهایی در شبیه ساز قرار کیفیتش افزایش پیدا بکنه. اولین مورد برنامه ریشید هست که با نصب اون کیفیت نور و رنگ شبیه سازتون به شدت طبیعی تر میشه. اون کدری و کنتراست پایین خود ایکسپلین رو از بین میبره و خیلی رنگ و نور شبیه ساز رو شبیه به MFS 2020 میکنه. مورد بعدی پلاگین ایپورت انوایرمنت HD هست که میاد کیفیت بافت فرودگاه رو افزایش میده. مثل رانوی ها، خطوط تاکسی، علائم فرودگاهی، بافت زمین فرودگاه و غیره. مورد بعدی پلاگین HD Forest هست که میاد کیفیت بافت درخت ها و جنگل های شبیه ساز رو به شدت افزایش میده و اون جنس درخت ها رو تغییر میده. دو تا پلاگین بعدی رو خودم به شدت دوست دارم، چون دقیقا دو تا موردی که ایکسپلین خیلی باهاشون مشکل داره رو برطرف میکنن و به شدت کیفیت ها رو افزایش میدن. یکی پلاگین Cloud Space هست و یکی هم پلاگین Beautiful Explain Night. اولی کاری که میکنه اینه که کیفیت بافت ابرهای شبیه ساز رو به شدت بالا میبره و به غیر از ابرها رنگ و نور آسمون رو هم تغییر میده و خیلی طبیعی ترش میکنه که به شدت پرواز در هواهای ابری و پرواز در شب رو براتون خیلی لذت بخشتر میکنه. حتما پیشنهاد میشه پلاگین سم رو هم نصب کنید که توی ویدئوی معرفی پلاگین ها قبلا به اون پرداختیم، چون پلاگین سم کاری که میکنه اینه که فصل ها رو براتون شبیه سازی میکنه، کیفیت بافت زمین ها رو براتون افزایش میده و همینطور ساختمونا و خونه هایی که توی شبیه ساز هست رو تغییر میده و اونها رو خیلی قشنگتر میکنه. گرافیک بوستر مثل همه خدمات پرشین اکسپلین کاملا رایگان هست و اون رو از طریق لینکی که در قسمت توضیحات این ویدیو گذاشته شده میتونید برید و رایگان دانلود کنید. آموزش نصب این پکیج هم به صورت ویدئویی توی فایل فشرده اون قرار داره. خب بریم برای معرفی پلاگین اکسپریالستیک ورژن 2 اون. اکسپریالستیک ورژن 2 رو میشه خدای افکت های طبیعی برای شبیه ساز اکسپلین 11 اسم برد. افکت های تصویری و صوتی طبیعی که این پلاگین به شبیه ساز اضافه میکنه لذت پرواز به ایکسپلین رو چندین برابر میکنه براتون. در ورژن ابتدای اون زیاد افکت های زیادی نداشتیم، زیاد کنترلی روی افکت ها نداشتیم و عملا خیلی نمیشد شخصی سازی کرد اون افکت ها رو، اما در ورژن جدید و ورژن دوی اون یک منوی کاملا مدرن بر پایه خود ایکسپلین براش ساخته شده و به شدت کار باهاش جذابه. افکت هایی که داره به شدت زیاد و به شدت جالب هستن و همینطور قابلیت های شخصی سازی خیلی زیادی هم داره که اینجا میخواییم دونه به دونه با هم اونها رو بررسی بکنیم. اکسپریالستیک رو میتونید از طریق وبسایت persianexplain.ir دانلود کنید. نصبش هم خیلی ساده است و آموزشش توی فایل فشرده هست و فقط کافیه که فولدرش رو در فولدر پلاگین کپی پیست کنید. بعد از نصب و اجرای شبیه ساز کافیه که بیاید به قسمت پلاگین اکسپریالستیک و روی کنترل پنل کلیک کنید تا این پنل رو براتون اجرا بکنه. 4 تا تب مختلف داریم. تب افکت ها که میشه روی هر افکتی ما کنترل داشته باشیم اون رو شخصی سازی بکنیم برای خودمون و همینطور فعال یا غیر فعالشون بکنیم. تب پروفایل هست که به شدت تب جذابیه. هر هواپیمایی یک پروفایل اختصاصی برای خودش داره. به طور مثال الان سسنا 172 SP دیفالت خود شبیه ساز رو اجرا کردیم و اینجا میبینید که اسمش قرار گرفته. اگر بخوایم تنظیماتی که توی بخش افکت رو
شخصی سازی کردیم برای خودمون برای یه هواپیمای دیگه هم استفاده کنیم، کافیه که پروفایل اون هواپیما رو انتخاب کنیم و گزینه لینک رو بزنیم تا این تنظیمات برای اون هواپیمای دیگه هم اجرا بشه. یا اینکه به طور مثال بخوایم از پروفایل یه هواپیمای دیگه اطلاعاتش رو کپی کنیم و توی پروفایل این سسنا 172 اس پی بذاریم، کافیه که از این قسمت اون پروفایل رو انتخاب کنیم و گزینه کپی رو بزنیم که به شدت آپشن جذابیه برای پروفایل های مختلف. یه مستر سویچ هم گذاشتن که بخواید به صورت کلی اکسپریسیک رو خاموش یا روشن بکنید. بعدش وارد تب ستینگ میشیم. مستر ولوم رو داریم که اون صدای اصلی که از اکسپریسی خارج میشه رو اینجا میتونید به صورت مستر ولومش کنترل بکنید و همه صداها رو یکجا کم و زیاد بکنید. و همینطور حالت مولتی مونیتور رو داریم برای دوستانی که از چند مونیتور برای شبیه‌سازیشون استفاده میکنن و دیگر تنظیمات پلاگین و در نهایت هم تب اباد که ورژن این پلاگین و لینک های مختلف سازنده رو درش قرار دادن. وارد تب افکت میشیم تا دونه به دونه افکت هایی که میشه به شبیه سازمون اضافه کرد رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم هر کدوم چه کاربردی دارن و چه افکتی به شبیه ساز اضافه میکنن. هر افکتی رو میشه با این دکمه فعال یا غیر فعال کرد و همینطور با زدن گزینه پریویو میشه فهمید که این افکت به چه درد میخوره و اینجا هم توضیحی در مورد اون افکت نوشته شده. این افکت بیشتر صدای باد هست برای زمانی که توی آسمون هواپیما داره حرکت میکنه و حالا شاید موومنت هایی داشته باشیم و میتونیم صدای باد مورد نظرمون رو انتخاب کنیم بین 5 تا صدای مختلف. من یکم ولوم رو زیاد میکنم، پریویو رو میزنم، مثلا سرعتمون اگر 50% باشه، اگر بیشتر بشه، اگر سرعت کمتر بشه، این شبیه سازی میکنه به اصطلاح برای اینکه بدونیم چه صدایی خوب هست. خب حالا صدا رو عوض میکنیم. به نظر من بهترین صدا همین صدای 4 هست با این ولوم. افکت بعدی آمبیانس یا همون صدای محیطی فرودگاه هست که خیلی آپشن جالبیه. صدای رفت و آمد هواپیماها، صدای عوامل و ماشین‌های زمینی و خیلی چیزهای دیگر رو به شبیه‌سازمون اضافه میکنه. و دو نوع صدای مختلف هم داره، یکی برای فرودگاه‌های محلی و یکی هم برای فرودگاه‌های بین‌المللی و همینطور هر کدوم هم چند تا صدای مختلف دارن که اگر روی رندوم بذارید هر بار یک صدا رو پخش میکنن و میشه گفت تنوع ایجاد میشه. پریویو رو میزنیم ببینیم که به چه صورت هست. من ولوم ها رو زیاد میکنم ببینیم چیزی مشخصه. الان بیرون اومدم از هواپیما ببینیم صدا چقدر تغییر میکنه. الان صدای هواپیما رو داریم میشنویم. زمانی که این رو خاموش کردیم دیدیم که اون افکت نموند. حتما به مرور زمان این افکت ها، خب چون این وایس ها پلی میشن به جاهای مختلف هم میرسن. اینجا افکت صدای اسپید بریک رو داریم که مناسب این هواپیمایی که الان داخلش هستیم نیست، اما خب یه هواپیمایی که اسپید بریک دارن نیاز هست که حتما این افکت فعال بشه چون افکت خیلی طبیعی رو به شبیه ساز اضافه میکنه. اون رو گوش بدیم. این زمانیه که سپید بریکمون به اصطلاح باز میشه. بعدی بلید سلپینگ هست که مربوط به هلیکوپتر میشه، اما خب اون رو هم بشنویم. اینجا به کارمون نمیاد. صدای ترمز ها هست با 3 تا صدای مختلف که دونه به دونه اونها رو بشنویم. دوباره این هم از این. افکت بعدی رو متاسفانه برای تست کردن باید بالای 2000 پا باشیم، اما خب ظاهرا اون چیزی که نشون داده توی تربولان زمانی که حالا هواپیما تکون بخوره بعدی همچین افکتی برای قسمت هایی که نور داره ایجاد بشه. بعدی افکت کاکپیت آمبیانس یا همون صدای محیطی داخل کاکپیت هست. یک صداهایی که حالا تقاهایی که داخل کاکپیت میاد یا هر نویز اضافه دیگه. پریویو اون رو ببینیم. پریویوش زیاد چیزی به گوش نمیخوره، ولی خب باید اون وایس ها پلی بشن تا اینکه صداها کم کم نمایان بشه. افکت بعدی انجین استارتاپ هست که برای هواپیماهای ملخی خیلی کاربرد داره این افکت. این افکت دوتا کار میکنه، یکی صدای روشن شدن انجین هست و دیگری اون تکون و ویبریشنی که موقع روشن شدن انجین خود هواپیما داره که پریویو رو اگر بزنیم میتونید متوجه بشید. حالا صدا رو عوض میکنیم. یه صدای دیگه با
حالا بیایم عملی این رو هم ببینیم. شماره 5 رو با هم دیگه تست میکنیم. موقعی که انجین رو روشن میکنیم. اون تکون و صدای روشن شدن موتور رو داشتیم و حتی میتونیم ولومش رو هم بیشتر بکنیم. افکت بعدیمون انجین ویبریشن هست. خب بالاخره زمانی که اون انجین روشن هست یک تکونهای خیلی کوچیکی داخل هواپیما اتفاق میفته که این افکت این رو برامون شبیه سازی میکنه و حالا با تغییر دادن مقادیرشون میتونیم مقدارش رو زیاد یا کم بکنیم. پریویو رو میزنیم بسته به میزان تراتلمون. خب این افکت تاثیرگذاریش بیشتر میشه. این تکونهای خیلی ریز و طبیعی رو ببینید. این برای زمانی هست که موتور روشنه. تراتل رو یک مقدار زیادترش میکنیم. میبینید که ملخ زمانی که خب میچرخه تکونهای هواپیما هم بیشتر میشه. تراتر رو مکس میکنیم، بیشتر این لرزش رو داریم. تراتر رو کامل پایین میاریم و همینطور لرزش های خیلی کمتر. افکت بعدی فلپس درگ یا همون باز شدن فلپ ها هستش. تکونی که هواپیما اون لحظه میخوره و صدایی که شنیده میشه رو این افکت برامون شبیه سازی میکنه. الان این زمانی هست که به طور مثال 50% فلپ ها باز هستن. فلپ ها رو بیشتر باز میکنیم، میبینیم افکت صدا و لرزش ها بیشتر میشه. سرعت رو یک مقدار بیشتر میکنیم، سرعت باد رو باز هم بیشتر میکنیم و خب میتونیم مقادیر رو کم یا زیاد بکنیم. الان من لرزشش رو زیادتر کردم، میتونیم اون رو کمتر بکنیم و به میزان دلخواهمون ست بکنیم. بعدی فلپس لیور هست که صدای اهرم فلپ رو برای ما شبیه سازی میکنه. هر بار که ما این اهرم فلپ رو یک دونه پایین میدیم باید یه صدای پلی بشه که این برامون شبیه سازی میکنه. توجه کنید که صدای دونه دونه پایین اومدنشه، نه صدای خود فلپ ها. الان مثلا فلپ یک اینطوریه، صدای یک اینطوریه، صدای دو به این صورت، صدای سه به این صورت. افکت بعدی فلپ استرس هست، مربوط به زمانی که اوور اسپید از حد اون فلپ هستید، یعنی سرعتتون خیلی بیشتر از سرعت مشخص شده برای اون فلپی که ست کردید هست و خب قطعاً چون هواپیما یک آسیبی میبینه تکونها و صداهای مختلفی داره که این میاد برامون شبیه سازی میکنه به این صورت. افکت بعدی مربوط به هواپیماییه که داخل آب میرن. پریویوش رو با هم ببینیم. صدای آبی هست که برخورد میکنه به این پایه ها. افکت جی فورس یا همون نیروی جی رو داریم. زمانی که شما توی یک هواپیمای واقعی یوک رو خیلی سریع رو به خودتون بکشید یا اینکه رو به جلو فشار بدید، خب یک نیروی جی به شما وارد میشه و خب حالت سر شما تغییر میکنه از لحاظ دیداری و این افکت میاد این رو شبیه سازی میکنه برامون به این صورت. خیلی افکت طبیعی هستش. افکت بعدی گیر درگ برای هواپیماهایی که چرخاشون باز و بسته میشه که به درد این سسنا نمیخوره، اما خب پریویوش رو با هم ببینیم که هم صدا و هم تکونهای مختص به زمانی که چرخ باز میشه رو به شبیه‌ساز اضافه میکنه. حتی خب اون بادی که به چرخا میخوره باعث میشه که صدا و لرزش بیشتر بشن. افکت بعدی گراس تریپ، یک افکت صوتی در زمان حرکت روی باندهایی که به صورت چمن هستن اضافه میکنه. با هم دیگه بشنویم. مثلا گراند اسپیدمون 50% هست، یکم بیشترش میکنیم، این صداها رو اضافه میکنه. حالا صداهای مختلف. بعدی افکت صوتی زمین هست و چیزی که توی توضیحات نوشته میگه صدایی که زمین انعکاس میده، صدای موتوری که از زمین انعکاس میخوره و به گوش ما میرسه، این رو میاد برای ما شبیه سازی میکنه. بشنویم. مثلا این خیلی میتونه صدای طبیعی تری باشه. این دیگه بستگی به خودتون داره و شخصی سازی که برای خودتون انجام میدید. بعدی افکت گراوند رول هست. وقتی که روی سطح زمین دارید حرکت میکنید، حالا چه سطح جایی باشه که دارید تاکسی میکنید یا اینکه سطح رانوی باشه، یک صداهای به خصوصی هست که میاد این صداها رو اضافه میکنه. با هم دیگه بشنویم. این صدای حرکت کردن روی زمین هست. افکت بعدی گراوند شیکینگ یا همون لرزش هایی که زمانی که روی زمین دارید حرکت میکنید برای هواپیما پیش میاره، اون رو با هم دیگه ببینیم. حالا این لرزش که میبینید خیلی زیاده و خب ما میتونیم یکم این رو کمتر کنیم که
طبیعی باشه. الان مثلا اگر گراند اسپید رو خیلی زیاد کنیم میبینید که چه لرزشی داره، حتی اگر درصد اون رو خیلی زیاد کنیم دیگه به این صورت میشه. افکت بعدی چرخش ها و حرکات طبیعی سر در انگام حرکت های مختلف هواپیماه. به طور مثال زمانی که شما یوک رو کامل به سمت راست میبرید، خب هواپیما کج میشه، اما خب سر آدم همیشه سعی میکنه یک مقدار مایل به این باشه که سطح زمین رو صاف ببینه، و خب این میاد تا یه حد این رو برای ما شبیه سازی میکنه، حالا بسته به مقداری که ما ست میکنیم. ولی خب من با این مخالفم و همیشه این رو خاموش میذارم، چون ما پشت کامپیوتر نشستیم و این شبیه ساز رو داریم اجرا میکنیم و مونیتور ثابت هست و خیلی غیر طبیعیه که مونیتور یا همون اینسترومنت هامون جلومون کج بشن اما سر خودمون ثابت باشه. در این مورد با این افکت اکسپریالستیک من موافق نیستم و این رو خاموش میکنم. افکت بعدی نشنال موومنت یا همون حرکات طبیعی بدن انسانه. حالا من این رو چرا خاموش گذاشتم؟ ببینید این حرکاتی که داره اضافه میکنه، حالا من اگه درصدش رو زیاد کنم میتونید ببینید انگار که داره نفس میکشه اون آدم، ولی خب ما هم خودمون الان حالت عادی که پشت شبیه‌ساز نشستیم همون دم و بازدم رو داریم، همون حرکات ریز رو داریم و نیازی به اضافه کردن افکت نیست، پس من این رو خاموش نگه میدارم. افکت اوور جی رو داریم زمانی که یک نیروی جی خیلی زیاد به آدم وارد بشه. خب امکان داره چشاتون سیاه ببینه حالا طی مدت زمان زیادی، و خب یک افکت صوتی هم میاد برای ما اضافه میکنه. پریویوی اون رو ببینیم، حتی صدای نفس کشیدن رو هم داره. حالا جی فورس رو زیاد میکنیم، نفس ها طولانی تر میشن. افکت بعدی اوور اسپید هست. صداها و لرزش هایی که موقع اوور اسپید شدن امکان داره پیش بیاد رو برای ما شبیه سازی میکنه. پریویو رو ببینیم، میتونیم موومنت ها رو کم و زیاد بکنیم یا صدا رو هم همینطور. پلاگین بعدی شبیه سازی حالت ریورس رو داریم برای هواپیماهایی که مود ریورس رو دارن، که اکثر توی هواپیماهای ایرلاینر هست، که میاد افکت صوتیش رو برای ما اضافه میکنه. پریویوش رو بشنویم، حالا مودهای مختلف داره. که دیگه بسته به هر هواپیمایی که رو تغییر بدید. افکت بعدی نمیدونم چرا اما عدسه کردن رو اومدن افکت کردن، حالا هم صداش و هم اون حرکت سری که داره. پریویوش رو ببینیم هم دیگه با یه صدا دیگه. خب آدم خودش سرفش بگیره این افکت میاد دیگه، این چیه؟ افکت بعدی با افکت سیک شیکر هست. نمیدونم چه زمانی طبیعی تر هست که این افکت فعال باشه، اما میاد یک سری ویبریشن ها رو به یوک یا سیکتون اضافه میکنه. حالا پریویوش رو با هم دیگه ببینیم، من مقدارش رو کم و زیاد میکنم به این صورته و همینطوری صدایی هم داره. بعدی افکت سرفیس تربولانس هست. توی توضیحاتی که داده میگه 1 یا 2 FPS رو از شما کم میکنه، اما بسته به دما، ارتفاع و بادی که داره میوزه درون شبیه ساز، حالت های مختلف رو زمانی که شما دارید در ارتفاعی کم پرواز میکنید رو براتون شبیه سازی میکنه. حالا پریویوش رو ببینیم تا بیشتر متوجه بشیم. من که چیزی توی پریویو نمیبینم، اما خب خودش روشن بود ما هم روشن میذاریم. بعدی افکت تاچداون فرانت هست و بعد از اون هم تاچداون مین. حالا تفاوتشون چیه؟ از دومی شروع کنیم. دومی زمانی که چرخهای عقب به زمین میخورن، اون افکت صدا و افکت لرزشی که هست رو برای ما شبیه سازی میکنه به این صورت. حالا مثلا ورتیکال سپید رو اینجوری بذاریم، هر چقدر ورتیکال سپید منفی باشه و رو به پایین باشه دماغ هواپیما، شدت ضربه بیشتر میشه. و بعد از چرخهای عقب، خب اصولی باشه باید بعدش چرخهای جلو به زمین بخوره، که این رو هم یک افکتی براش در نظر گرفتم با صداهای مختلف. ببینید 13 تا صدای مختلف داره و همینطور اون شیک یا همون تکونی که داره بعد از برخورد چرخ ها به این صورت، که دیگه بسته به نوع هواپیماتون صداش رو تغییر میدید. افکت بعدی تکونهایی هست که موقع تربولانس به هواپیما وارد میشه و همراه صداهایی که امکان هست
شبیه سازی چقدر هم بزرگ هستش افکتش. افکت بعدی برای دوستانی هست که از VR یا همون عینکای واقعیت مجازی استفاده میکنن که خب اینجا باش کاری نداریم. بعدی آمبیانس صدای آب هست برای دوستانی که با این هواپیماهای روی آب پرواز میکنن و دوست دارن اون افکت صدای آب باشه، که اینجا بازم باش کاری نداریم، ولی خب پریویوش رو بشنویم. خیلی صدای کمی هست، اگر من ولوم رو بالا ببرم نمیدونم بشنوید یا نه. بعدی خیلی برام جالب بود، یه افکت صوتی برای ما پخش میکنه و حالا این افکت صوتی چیه؟ بعد از تیک آف خب اون بادی که به چرخهای هواپیما میخوره باعث میشه اون چرخها بچرخن. معمولا توی هواپیماهای جنرال ایویشن بعد از تیک آف پاکینگ بریک ها رو ست میکنن تا اینکه اون چرخها الکی توی هوا برای خودشون نچرخن و این افکت میاد اون صدایی که به داخل کاکپیت میاد رو برای ما شبیه سازی میکنه. با هم دیگه گوش کنیم این صدا رو. صدای چرخش لاستیکا با سرعت بالا توی هوا. این خیلی جالب بود. افکت بعدی ویند آمبیانس هست. برای روزهایی که خب باد زیادی میوزه این میاد اون افکت صدای باد رو به شبیه سازمون اضافه میکنه. با هم دیگه بشنویم. من که چیزی به گوشم نمیخوره. بریم ویو آوتساید رو ببینیم. آه الان خیلی بهتر شد. عجب صداهای قوی هم براش ساختن. بعدش ویندشیلد رین رو داریم، قطرات بارون و آبی که به شیشه ها میخوره رو این به صورت افکت صوتی برامون پلی میکنه. بشنویم. این سرعت باد هست که روی صدا تاثیر میذاره و این هم مقدار بارونی که میاد، میتونه کم باشه میتونه زیاد باشه، همینطور صداهای مختلفی هم داره. و آخرین افکتی هم که داره صدای بادی هست که به شیشه هواپیما میخوره. که من خیلی با این موافقم، این خیلی بهتره.